سلام میکنم کنم به همه دوستای خوبم به کلاس درس خوش اومدین و امیدوارم خیلی سرحال منتظر این جلسه باشید چون میخوایم با هم شروع کنیم صحبت کردن راجبه یکی از قطعات بسیار مهم الکترونیک رو به نام خازن که تقریبا در همه قطعات الکترونیکی که شما در منزلتون دارید تعداد خیلی زیادی خازن وجود داره اما قبل از اینکه من بخوام بهتون بگم خازن چیه بیایید با هم یک ویژگی مهم باتری رو مرور بکنیم باتری خب همتون دیدید باتری ماشین باتری لپتاپ باتری قلمی و غیره اما در مدار ما باتری رو این شکلی نشون میدیم اگه نمیدونید مدار چیه صبر بکنید خیلی ساده است باتری رو ما در مدار این شکلی نشون میدیم و ویژگی اصلی باتری که من اینجا میخوام روش تاکید بکنم اینه که مستقل از اینکه چه اتفاقی داره دور باتری میفته اختلاف پتانسیل دو سر باتری که همون عددیه که ما میگیم مثلا آقای باتری یکونیم ولتی میخوام یا مثلا باتری ماشین دوازده ولت یعنی این دوازده ولت که در حقیقت هست اختلاف پتانسیل سر مثبت منهای اختلاف پتانسیل سر منفی مستقل از هر اتفاقی که در مدار بیفته ثابت باقی میمونه یعنی اینکه چه مقداری الکترون داره اینجا جریان پیدا میکنه یا اینکه مثلا من اینجا یک آدم مثلا بذارم که دو سرش دستش رو بذاره دو سر باتری یا اینکه جای آدم مثلا یک لامپ بذارم اصلا هر چیزی من بذارم اینجا اختلاف پتانسیل دو سر باتری همیشه دوازده ولت اگه دوازده ولتیه باقی میمونه و این ویژگی باتریه خب خیلی هم خوب حالا که این رو دونستیم میتونیم بریم کاربرد این رو در مبحث خازن با همدیگه مرور بکنیم اما خازن چیه؟ این باتری هم دیگه نیست خازن طبق تعریف کتاب درسی وسیله برای ذخیره بار و انرژی الکتریکی خب البته این دو دروی یک سکن یعنی ما وقتی در یک وسیله بار ذخیره میکنیم اون تو عملا انرژی الکتریکی هم داریم اما خب این تعریف خازن البته ممکنه بگید خب باتری هم یه همچین ویژگی داره دیگه عملا داره به ما انرژی الکتریکی میده که من میگم آره اما یک تفاوت با هم دارن قبل از اینکه بخوایم خازن رو دقیق بررسی کنیم بیایید با هم یک خازن بسازیم برای ساختن خازن راحت ترین راه اینه که شما دو صفحه فلزی خیلی بزرگ رو که مثلا این دو صفحه مثلا این یک صفحه و این هم یک صفحه دیگه موازی اون صفحه قرار بدین که البته مثلا اون قسمت های پشت رو ما قرار دیگه نبینیم اینا خط خب. این دو صفحه رو وقتی موازی هم قرار میدیم بعد اگر ما بیایم این دو صفحه رو وصل بکنیم به یک باتری در بین این دو صفحه بار و انرژی الکتریکی ذخیره میشه و ما به این دو صفحه میگیم خازن یعنی به این مجموعه میگیم خازن. خب؟ حالا فرض کنید که این سر منفی باتری باشه، این سر مثبت باتری باشه و یک اختلاف پتانسیل هم بین دو سر باتری به صورت ثابت هست. این خطوطی که من در مدار نشون دادم که روزومی هم نداره که صاف یا اصلا کچ هر شکلی میتونن باشن به اینها ما میگیم سیم رسانا یا سیم رسانای کامل سیم رسانای کامل ویژگی این سیم ها که همون سیم هایی که ما در واقعیت در یک مدار استفاده میکنیم اینه که الکترون ها بدون صرف انرژی آزادانه میتونن در این سیم ها حرکت بکنن خب و بنابر اگر پتانسیل یک نقطه از این سیم مثلا پتانسیل این نقطه بیشتر باشه از پتانسیل مثلا این نقطه در این صورت الکترون ها از این نقطه به سمت نقطه با پتانسیل بیشتر حرکت میکنن من فکر کنم یادتون هست که چند جلسه قبل با هم دیدیم که اگر یک میدان الکتریکی یک نواخت ما داشته باشیم پتانسیل الکتریکی در خلاف جهت میدان زیاد میشه یعنی این جهت زیاد شدن پتانسیل هست و اگر من یک الکترون بذارم در یک میدان الکتریکی به خودی خود در خلاف جهت میدان بهش نیرو وارد میشه و یک بار مثبت در جهت میدان بهش نیرو وارد میشه و بنابراین یک الکترون به سمت پتانسیل های مثبت به بیشتر به خودی خود حرکت میکنه و یک بار مثبت به سمت پتانسیل های کمتر به خودی خود حرکت میکنه. و اتفاقی که الان در این شکلی که من کشیدم که ما به این میگیم یک مدار میفته اینه که خب پتانسیل سر منفی من کمتر هست از پتانسیل این صفحه الف خازن این هم صفحه ب و اتفاقی که میفته اینه که الکترون ها حرکت میکنن به سمت این صفحه چون پتانسیل این صفحه بیشتر هست و روی این صفحه بارهای منفی میشینه درسته بعد این بارهای منفی که روی این صفحه قرار گرفت روی این صفحه بار مثبت القا میشه به چه معنی به این معنی که این هم بارهای مثبتی که اون پشتن و ما نمیبینیم به این معنی که الکترون که روی این صفحه هستن دوست دارن از این صفحه دور بشن چون بارهای همنام همدیگر رو میرانن و از طرفی الکترون که روی این صفحه هستن دوست دارن برن به سمت پتانسیل بیشتر درسته چون این نقطه پتانسیلش مثبت و بیشتره و الکترون ها میان و به اینجا حرکت میکنن و اینجا یک جریانی شکل میگیره که الان مهم نیست بدونید جریان چیه اما یک شار الکترون هایی شکل میگیره و این تا جایی ادامه پیدا میکنه که پتانسیل این نقطه یعنی در حقیقت پتانسیل صفحه الف مساوی بشه با وی منفی و پتانسیل صفحه ب مساوی بشه با وی مثبت که در این صورت دیگه هیچ جابجایی الکترونی ما نخواهیم داشت خب حالا بیایید از این زاویه که من کشیدم به این صفحات نگاه کنیم یعنی دو خط ما میبینیم عملا اگر از اون زاویه نگاه کنیم البته من 90 درجه هم چرخوندم این دوتا خازن رو و الان اتفاقی که داره میفته اینه که بار مثبت اینجا هست و بار منفی اینجا هست درسته این الان دو صفحه خازنن این هم سیم های مایی که میره و به باتری وصل میشه من میخوام یک سوال از شما بپرسم و اون اینه که میدان الکتریکی بین دو صفحه خازن چه شکلیه؟ خب روشش چی بود؟ مسیر حرکت بار مثبت آزمون آفرین خب من یک بار مثبت آزمون میذارم اینجا از این صفحه بالای من یک نیروی دافعه وارد میشه به این بار و از این صفحه پایین من یک نیروی جاذبه در همون جهت نیروی دافعه قبلی و بنابراین در مجموع بار من حرکت میکنه به سمت صفحه منفی بنابراین پتانسیل الکتریکی ببخشید میدان الکتریکی بین دو صفحه خازن اگر به اندازه کافی به هم نزدیک باشند یک همچین شکلی میشه که البته گوشه ها این شکلی میشه چون ما اینجاها دیگه بار مثبت و منفی نداریم اما من نمیخوام وارد این جزئیات بشم پس میدان در این جهت هست و همونجوری که ما در جلسات قبل دیدیم پتانسیل الکتریکی در خلاف جهت میدان زیاد میشه و بنابراین پتانسیل صفحه مثبت بیشتر هست از پتانسیل صفحه منفی اینو ما میتونستیم اینجا هم ببینیم چون صفحه منفی وصل به سمت منفی باتریه و صفحه مثبت وصل به سمت مثبت باتری و خب وی مثبت بیشتر از وی منفی دیگه خب پس میبینید که همه چیز داره دست به دست هم میده که ما مطمئن شیم تا الان تحلیلمون درست بوده پس اینجا یک میدان الکتریکی این شکلی هم تشکیل میشه که اون وسط هم هست دیگه من نمیتونم بکشمش اینجا براتون خب حالا ممکنه بپرسید که چقدر بار روی این خازن ذخیره میشه یعنی بار الکتریکی که روی این صفحه مثبت و منفی ذخیره میشه چقدر هست اولا این دو هر دو برابرند چون این صفحه منفی همونقدر دقیق بار مثبت روی صفحه مثبت القا میکنه ثانیا این کیو اول از همه تابع اختلاف پتانسیلی هست که بین دو سرش دو سر در حقیقت خازن ما وجود داره چون هر چقدر این باتری بزرگتر بشه یعنی اختلاف پتانسیل دو سر این بزرگتر بشه مدت بیشتری طول میکشه که این صفحه پر بشه یا بهتر بگم بار بیشتری لازمه که روی این دو صفحه قرار بگیره تا اختلاف پتانسیلی برابر اختلاف پتانسیل دو سر باتری بین این دوتا پدید بیاد در حقیقت میدان الکتریکی قوی تر این وسط ما لازم داریم خب یعنی باید بار بیشتری بیاد روی صفحه و بنابراین Q برابر هست با V زب در یک ثابتی که این ثابت C ظرفیت خازنه که ما در جلسات بعد خواهیم دید که این ظرفیت خازن تابع چه چیزهایی هست اما به هر حال بار الکتریکی برابر هست با ظرفیت خازن ضرب در اختلاف پتانسیل دو سرش ظرفیت خازن واحدش هست فاراد که خب یک واحد واحد بار هم هست کولن واحد وی هم که بود ولت بنابراین این فاراد در حقیقت هست کولن به ولت بیاید یک مثال ساده این گوشه با هم حل بکنیم مثلا فرض کنید من یک خازن دارم دو میکرو فاراده و اختلاف پتانسیل مثلا یه باتری 12 ولتی میذارم دو سرش میخوام ببینم بار الکتریکی در... که در اون ذخیره میشه چقدره خب یه خیلی فکر میکنم براتون راحت باشه این سال کیو برابر میشه با دو میکروفاراد ضرب در 12 ولت میشه 24 میکرو کولن بنابراین روی خازن دو میکروفارادی بر اساس اختلاف پتانسیل 12 ولت 24 میکرو کولن بار ذخیره میشه خب اما گفتیم که خازن یک وسیله هست برای ذخیره هم بار و هم انرژی الکتریک چقدر انرژی در خازن ذخیره میشه در این فرایندی که من توضیح دادم خب پس بذارید من این گوشه رو فقط فکر می کنم همینجا برامون کافیه پاک بکنم ببینید انرژی که در خازن ذخیره میشه به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی هست یعنی یک یوی در اون ذخیره میشه که این دقیقا برابر هست با کاری که ما باید انجام بدیم که این فرایند صورت بگیره خب این کارو کی داره انجام میده باتری داره انجام میده. درسته بنابراین همه کار به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در خازن ذخیره میشه و اینکه این چقدر هست محاسبش فراتر از کتاب فیزیک دبیرستان هست به همین دلیل کتاب فقط به شما گفته که انرژی ذخیره شده در خازن یعنی یو برابر هست با یک دوم کیو ضرب داره V یعنی یک دوم بار ضرب در اختلاف پتانسیل که اگه من از این فرمول کیو رو جایگذاری کنم این میشه یک دوم Qو وی ببخشید یک دوم وی 2 دو درسته؟ که خب این مساوی هست با یک دوم q دو تقسیم بر C یعنی اینها همه از تبدیل فقط این فرمول به این فرمول در نهایت یادتون باشه که انرژی خازن هست یک دوم Q ضرب در V این که این چجوری محاسبه میشه یه خورده پیچیده است من احتمال داره که یک ویدیو برای محاسبه انرژی خازن ضبط بکنم و اون رو به صورت دل بخواهی شما میتونید ببینید مطمئن باشید لذت میبرید از اینکه ببینید این فرمول داره از کجا میاد اما به هر حال این رو یادتون باشه و مثلا اگر به ما بگن انرژی ذخیره شده در خازن این مثال چقدر بود خیلی راحت ما میگیم که این مساوی بود با من مثلا همین بالا می نویسم یک دوم ضرب داره کیو یعنی 24 میکروکولن ضرب داره V یعنی 12 ولت که حالا این هر چقدر میشه دیگه الان برای ما مهم نیست خب خیلی هم خوب با خازن آشنا شدیم فهمیدیم که چجوری بار در خازن ذخیره میشه و فهمیدیم که انرژی ذخیره شده در خازن چقدر فرمول بار چقدر که یک تابعی هست از وی و ظرفیت خازن در جلسه بعد بحث خازن رو ادامه میدیم خدا حافظ.